خب آقای دکتر والا، همونجور که براتون توضیح دادم، میخوام نظر شما رو به عنوان پزشک و نویسنده و در حقیقت کسی که یک آکادمی آنلاین داره، سالها تحقیق کرده، پژوهش کرده و یک کتابی رو نوشتین در مورد Persian Awards بدونم، که این Persian Awards اولین جایزه مستقل برای همه هنرمندان ایرانی هستش در هر کجای دنیا که هستن، حالا هنرمند باشن، پژوهشگر باشن، محقق باشن، استاد دانشگاه. شما نظرتون چیه راجع به Persian Awards؟ آیا انگیزه ای برای هنرمندان و پژوهشگران هست؟ آیا جاش خالی بوده در جامعه ایرانی؟ بله، خیلی ممنون. فکر میکنم کار بسیار قشنگی هستش و من همیشه به کارهای کلابوریتیو و کوآپراتیو اعتقاد دارم. خیلی قشنگتر و مؤثرتر هستش از کامپتیشن که استانداردهای معمولی فعلیمون هست. به نظر من اتفاقا جاش خالی بوده، به خصوص در جامعه ایرانی، چون ما ایرانی های بسیار قوی، هنرمند، چه از نظر علمی، چه از نظر استعداد، و بسیاری از کسانی که اچیومنت های خیلی زیادی در به صورت فردی داشتن داریم، ولی شاید جایگاه ها و پلتفرم هایی که اینا رو به صورت گروهی بخوان وصل بکنن و به صورت تیم بخوایم قوی بکنیم کمتر بوده. و فکر میکنم Persian Awards اینطوری که من متوجه میشم هدفش هستش که این گپ رو پر بکنه و تا اونجایی که من شناخت دارم کار بسیار زیبایی تا به حال انجام داده. من خیلی موافق هستم با این کار. گروه های مختلف هنرمند، محقق، علمی، هرچی بیشتر با هم متحدتر باشن، میتونن با هم همکاری بیشتری داشته باشن، میگن مجموع اعضای یک کل بیشتر از فقط جمعش هست، یعنی به صورت اکسپوننشیالی، حالا نمیدونم فارسیش رو درست گفتم، بله بله دقیقا، ولی متوجه منظورم میشید، یعنی خیلی به صورت اکسپوننشیال قوی تر، همه فکر میکنم براشون بهتر باشه. در حقیقت این که اگر کنار هم دیگه، دست در دست هم دیگه، مثل زنجیر با هم دیگه باشیم، هم زنجیر قوی تر خواهد بود، هم نتیجه بزرگتر خواهد بود، هم همه ازش بهره خواهند برد. در حقیقت منظور شما این. آقای دکتر، ما دو نوع رأی‌گیری داریم، یه رأی‌گیری گروه آکادمیک هستش، یک رأی‌گیری گروه مردم، حالا برای هر اثر و هر هنرمند و یا پژوهشگری. البته این رو هم اضافه کنم، بعضی از جوایز رو نمیشه رأی مردم رو گذاشت، مثل گروه‌های تحقیقاتی که بسیار خیلی تخصصی هستش، ولی ما این دو نوع رأی‌گیری رو داریم. نظر شما در مورد این چیه؟ در مورد کلی یا در مورد خودم؟ بله، اینکه کلا دو مدل رأی‌گیری گذاشتیم برای این موضوع، شما به عنوان یک نویسنده، پزشک و محقق، پژوهشگر، نظرتون چیه در مورد این مدل رأی‌گیری؟ به نظر من جفتش لازمه واقعا، چون شما اینپوت های مختلفی هستش و دقیقا همونطور که میفرمایید بعضی از مسائل خب نیازمند یک دیدگاه علمی تر و تحقیقاتی در داره که خب اونها رو باید گروه خاصی که این تجربه رو دارن بتونن رأی بدن، ولی از یه طرف رأی مردم هم که خب خیلی مهم هستش از نظر از تو هر کاری، اون به نظر من استپ اولش هستش که تو هر کاری انجام میدیم رأی مردم و پابلیک ووت رو داشته باشیم، و حداقل شاید یه لایه دیگه من نمیدونم، شاید برای بعضی کاتگوری های خاص شما نیازمند باشه که حتی لول های دیگه هم از رای گیری داشته باشید، ولی این دوتا به نظر میرسه که حداقل برای کاری که دارید شما انجام میدید لازمه. کاملا موافقم. خیلی ممنون از نظرتون، از وقتتون، متشکرم.